بله. اما این جماعت دجاله امروز اینا را بله جن گرفته، جن گرفته. چرا جن گرفته؟ چون من در صدر سخنرانی خود گفتم که امروز خطر دجالیه، خطر دجال، و این را من قطعا با تمام مسئولیت میگویم و علماء شیعه را همه ایشان دعوت میکنم که شما بیایید دشمن شناسی بکنید، آسیب شناسی بکنید، خطری که عقاید شیعه را تهدید میکند از عقاید شیعه را از هر جانب از هر جهت بیشتر تهدید میکند. خطرها زیاده، مثلا غربگرایی، خب این که مردم غرب زده بشون بیدین بشون این خطر موجوده. این که مثلا وهابیت تبلیغ بکنن یک کسی زیر تاثیرش قرار بگیره، این یک احتمالی هست. مثلا خطری که مثلا یک جایی وهابی ها عمله بکنن، یک قریه از شیعیان را مثلا کشتار بکنن یا جای دیگر کشتار بکنن، اینها هست. اما آن خطری که از همه بزرگتره و عقاید شیعیان را تهدید میکنه جریان دجالی هست، جریان حکومت ایران، انقلاب ایران، افکار آقای خامنه ای و اطرافیان آن، مصباح یزدی، آقای خمینی، آقای احمد جنتی، آقای امین حسن روحانی، اینا همیشه یک حزبن. و این را بدانید که این کسانی که در نظام ایران هستند، چه اصلاح طلبها و چه اونهایی که طرفدار خامنه ای هستند، اینا همیشه منحرف هستند. افکار اینها افکار باطل و دینه، ضد دینه. اینها بزرگترین خطر را برای تشیع با وجود آوردن و این خطر روز به روز شدیدتر می شود و این خطر از وجوه متعدد دین و ایمان شیعیان را هدف گرفته. خط تقریب، خط وحدت با عمریه، خط سست کردن شیعیان در امامت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام و کتمان قبائح ابی بکر و عمر و عائشه، خط خیانت به غدیر، خط خیانت به امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام. این خط اگر ادامه پیدا بکند در 20 سال دیگر، 30 سال دیگر، 40 سال دیگر، 50 سال دیگر، 80 سال دیگر، خدا شاید اگر اینها به همین کیفیت ادامه پیدا بکنند، من در این که عده زیادی از شیعیان یا اغلب شیعیان بیدین بشن من شکی ندارم. این خط تقریب، خط وحدت، خط این که دین، مرجعیت، حوزه های علمیه، عقاید شیعه، همگیشان ابزار حکومت ایران برای منافع رسیدن به منافعش باشه، این خطر شدیدترین خطره برای مذهب ما، برای دین ما. این خطر شدیدترین خطره برای مذهب دین. حالا این حرف را من چون در صدر سخنرانی گفتم و دجالی را جن گرفت. تو کجا درس خوندی؟ بابا کجا درس خوندی تو اصلا؟ من اصلا در کجا درس خوندم؟ چی؟ به تو چی کجا درس خوندم؟ از رهبر شما بیشتر درس خوندم. از مصباح یزدی و احمد جنتی و از اینا بیشتر. بله الحمد شکر خدا. شک داری بیا، شک داری بیا، مرد میدانت را بیار، ما اینجا مباحثه علمی میکنم.